افزایش فرار شهروندان کشور و ویژه جوانان به ترکیه و ایران به هدف رسیدن به اروپا. مرد، زن و کودک ساعتها در برابر سفارت ترکیه برای گرفتن ویزا ساعتها و حتی روزها انتظار میکشند. همه از مشکلات گرفتن ویزا سخن میزنند. حدودا 15 الی 20 نفر روزانه مراجعین داشتن اینا و بسیار به آسانی ما ویزا گرفتن میتونستیم. و این بار که آمدم روز یک شنبه ما آمدم گفتن بسیار ویزدهام زیاد بود و بیروبار بسیار زیاد بود. جوانان سرمایه معنوی یک کشور هستند، اما بیشتر از جوانایی که امروز به پشت دروازه سفارت ترکیه برای گرفتن ویزا آمدند، همشان کسایی هستند که درس خواندند و کار میکردند. بسیاری از جوانان که نمیخواهند در برابر کمره مصاحبه بکنند، اینا میگن که چون از کارشان جواب داده شدند و حکومت هم آینده ازیا را نتونسته تضمین بکنه، یعنی نمیتونه برای ازیا کار ایجاد بکنه، از این لحاظ میخواهند ویزا بگیرن و به بیرون از افغانستان برن. بسیاری از ها میگن که با ای که میفهمن وقتی از ترکیه میخواین خود به کشورهای اروپایی برسانن با خطرات بسیاری روبرو هستن و احتمالی که جانشان با خطر روبرو باشه، زندانی شوند یا کشته شوند روبرو است، اما بازم میخواین که کشور را ترک بگویند. بسیار زیاد به مشکل ویزا میده. دولت ما چندان توجه نمیکنه به جوان ها، مجبور هستن که جوان ها دیگه طرف کشورهای خارج سفر کنند. برخی دیگر از شهروندان کشور که وضعیت اقتصادیشان چندان خوب نیست، خطر را میپذیرند و با موتر افغانستان را ترک میکنند و خودشان را به ایران و ترکیه میرسانند. صاحبان شرکت های ترانسپورتی میگویند که روزانه در حدود 1200 مسافر را که نیمی از آنان به ایران میروند انتقال میدهند. تقریبا روزانه 2500 نفر مسافر از دو طرف هم داریم. اینا کل گردومر شدگی هستند که در ایران مثلا گیر میاد. تقریبا از هر خانه 8 نفر، 9 نفر، 10 نفر فامیلی مستقیم میرن، کسی به اروپا میرن، کسی به آلمان میرن. بسیاری از کسانی که رد مرز شدند از رهبران حکومت میخواهند که به این مشکل رسیدگی کنند. ما به نیمروز هستم، خانه ما به نیمروز لب مرز است. کسانی که دیده لب مرز است، نیم ساعت فرقش است. همون شفاخانه دولتی است، در روز نباشه یک جنازه، دو جنازه، سه جنازه، چهار جنازه، پنج جنازه. این دولت ایران خائن، افغانی ما رو مفت مفت جوانای ما رو در میکشه. مشخص نیست دیگه، مثلا میتونم از جمله اتریش، آلمان، اروپا، این کشورهایی هست که آدم فضلیش میده به او خاطر. ارومیه ما را گرفت پلیس ایران. 126 فامیل بودیم، امیال نصف ما فرار کردیم. اونایی که فامیلی بود امیال در گروگان دوز هستن که اونا هر نفر 6 میلیون تومان باید پول بیتن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هم هیچ ارقامی درباره فرار شهروندان کشور ندارد. دقیقاً از اینکه ما از مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کنیم و با داشتن از این مرزهای طویل در داخل افغانستان، هیچ گونه آمار دقیق در این ارتباط در اختیار ما نیست. اما یک چیز معلوم است که ما شاهد هستیم که روزانه بیش از هزارها هزار افغان وارد کشورهای اروپایی میشه. بر بنیاد آمارهای تایید نشده، در چند ماه اخیر بیش از 7000 تن افغانستان را ترک کردند. بسیاری از آگاهان فرار جوانان را از کشور بسیار نگران کننده می دانند و می گویند که در کنار افزایش ناامنی ها، این وضعیت افغانستان را با بحران تازه‌ای روبرو خواهد ساخت.